یا نعشه بده بیرون. میدانید که جلیش و اینکه یک کس قرق میشه در دریا، هر کسی قرق شد میره پایین، بعد گازهی تو بدنش، گازهی تو معدهش، تو شکمش زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، این سبک میشه، نه گاز پیدا میشه، میاد بلا، نش میاد بلا، همیشه اینجوریه. بعد چهار پنج روز البته بعد موج که میزنه نشا به ساحل بیاندازه. معمولا اشخاصی که نزدیک ساحل غرق بشن اینطور میشن، میان بیرون. بعد از که چهار روز پنج روز اما هرشم به دریا نه الان بده بیرون. دریا گفت نه خیر داشتیم. بعد چند سال، چند قرن به من یک متنه دادی، دشمن قومت، هره بدمش؟ نمیدم، بعد من اینا، متنه ایتا بس میدم، متنه را هسته میدم. هشم گفت خیلی خوب، قرض بده، این نشان من یه روزی بهت قرض پس میدم. گفت کی میدی؟ گفت تقریبا دوی سال دیگه. باشه چشم، قبول دارم. نعشای مسیحا آمدن کم کم بیرون و موج انداخت شنگ سنر ساحل و یر اسرائیل ات مصرای مت آل صفت هیام دید اسرائیل چه مرد کجا؟ نه توی دریا، آل صفتی هم لب دریا دیدشان. قرار شده بودن میه بله دریا دادشان بیرون و کد الفقه هم لب دریا یخده. این بود که سال میگفت این بود که مرم میزدم. گفت این بچه من گریب قرار کردم همه را شناخته میکرد. و مسیحا موقعی که آمدن به دنبال اسرائیل مطمئن بودن که برمیگردن با پیروزی. در جنگ دوم موقعی که ایتالیایی ها و آلمانی ها از لیبی حمله کردن به سوی مصر، رسیدن تا العلمین. العلمین تا اسکندریه 7-8 مایل بیشتر نیست. مطمئن بودن که دو سال دیگه میرهم اسکندریه. موسولینی با اطمینان کامل که میره اسکندریه اونجا رو میگیره و قشنش رژه میگیره، قشن میبره، قشنش میگیره، لباس درجه یکش رو حاضر کرده بود و اسب سفیدی که برای رجاب کار می بود آوردن براش در العلمین. که دو سوزی که میره در اسکندریه چی بپوشه؟ لباس رژی، اسب سفید، می فهمی؟ اما حسیب چی کار کرد؟ رفتن گرفتن. حالا مسیحانیز به این امید که برمی گردن خیابان رژی میرن لباس عالی کرده بندنشان، مدال‌ها، مدال نقره و طلا و الماس و غیره غیره، انگشترهای تی، همه چی، جواهرات داده بودن. حالا یه سئل‌ها افتادن جریه این لعشه‌ها، لختشان کردن، هرچی مدال، طلا، نقره، جواهرات بود، همه را صاحب شدن. میگوید در میدراش آنچه را که در لب دریا به دست آوردند خیلی بیشتر بود از غارت مصر. حالا شین که یه قرض پس سوشید ها نشو شنیدید قرض که باید پس داداشین شنیدید. 200 سال بعد همی پرش همی هفته 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 هم
سلطان کنعان یابین بر قوم مسلط بود، سپهسالارش سیسرا بود، قشون خیلی زیادی داشت، سوار پیاده خیلی بی حساب و 900 عرابی آهنی، نه چوبی آهنی، تانک، 900 عرابی. و این فشار میابد بر مردم خیلی سخت و شدید. اسرائیل بود؟ نه، کنعانی بود، سپهسالار یابین بود دیگه، دشمن اسرائیل. سیسرا سیسرا سپهسالار یابین سلطان حسود که نه کنعان نیفتاد دست اسرائیل در دوره یهوشوع. اما کنعانیه بودن اون کنعانیه هم شاید بین نرفتن، رفتن جای دیگه. بله، این سیسرا با من یک کاری میکنه که اینا زاده ولد نکنند اسرائیل ها. چجوری؟ میدانست که زن اسرائیل بعد دوران قاعدگی تا نره میقوه پیشوارش نمیره. چه کار کرده بود؟ جلوی حمام ها، جلوی استخره ها، رودخانه ها، از اینکه امکان تویلا بود این میذاره، سرباز میذاره که زنها نرن تویلا بکنه. مگه اسرائیل موقع دست اسرائیل نبود؟ دست اسرائیل نبود؟ بود. خب این چه قدرتی داشت که بیتونه بیاد اینجا؟ گرفته بود اسرائیل، گرفته بود، اسرائیل گرفته بود. بله، بدین وسیله سالها زاد و ولد در اسرائیل نبود. آره دیگه، زنها کجا برن تویلا بکنه؟ جایی نداره، همه جا گارد گذاشتن، سرپا گذاشتن. بله، هشم فرمود سیسرا تو زنهای اسرائیل را زجر دادی، دست زن کشته بشی. حالا سیسرا دبورا زنی بود ناوی، شفت بود، داور اسرائیل بود، قضاوت میکرد. شوهرش برا بود. یک روز را صدا کرد گفت برا، هشم فرموده رنج و شکنجه قوم من به حد انتها رسیده، بس دیگه، برو از قوم نفتالی و زبولون 10,000 نفر جمع کن که برید به جنگ سیسرا. برو به جنگ سیسرا، من کاری که میکنم که اون بیاد سراغ شما. سیسرا گفت که دبورا اگه تو با من میایی من میرم، میایی نمیرم، چون من جرات ندارم برم، تو که بیایی هم قوت قلبی دیم. گفت ها ها، حالا که اینطوره پس سیسرا دست تو نمیفت، دست یک زن میفت. حالا خب باش میاد. به سیسرا خبر دادن، به سیسرا که نشستی، این قوم قشون جمع کردن کجا؟ حیفا، اینجا گوه تابان. او اینا جرأت پیدا کردن، بلند شد با تمام قشونش با 900 عرابه آهنی از اونجا که بود، پادگانش بود، ستادش بود، اما به طرف حیفا بزنید. حیفا پایینش رودخانه است به نام قیشون، رودخانه توی دریا میریزه. حالا ایسالا سر کوه هستن، کوه تابور، سیسرا پایینه توی دشت جلوی رودخانه قیشون با عرابه ها آهنی. سباره هم میده زره پوش، میده زره پوش آهنی، سباره زره پوش، پیاده زره پوش، همه زره داشته.
هشم چکار کرد؟ هوا رو گرم کرد، آفتاب رو داغ کرد، سوزان کرد. زره پوش که میپوشیدن زیرش بلوز پشمی کلوف بود که این عجب چه نکنه، عجب نکنه آهنه دیگه، آهن داغ میشه دیگه، داغ شد. تلقیه بودن کندن، زره کندن، بازم گرمی بلوز رو کندن، بازم گرمی لخت لخت خلاصه لخت، بازم گرمی رفتن توی آب که بده خنک بشن. هشی فرمود دیشون من قدی رو در یاد دارم، یلا قدم را ادا کن. دیشون موجی زد همه را ریخت توی دریا. هشی بیا بگیر این مال اونجا، این برای تو که به پس را داشتیم به دریا هشونه سیستا. اونا که منده بودن لخت دیگه می اصلاحه فرار کردن. آدم شرفت اسئل همه را از بین بودن، همه را فقط سیسا باقی ما، سیسا فقط سیسا فقط باقی ما. اونا دیگه بخواد به اسب یا به سمار بره می شنسندش، عربه بره عربه داغی، پیاده فرار، پیاده فرار کرد، پیاده رفت 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 تا رسید به چادر یائل حبرتنی. یائل حبرتنی اولاد یترو بود. یعنی آمد بیرون از چادر دید سیسراست. اتفاقا بین شوهر یائل و پادشاه یاوین دوستی بود. یعنی سیسرا دید که ها سیسرا کجا میری، چی فهم میکنی؟ گفت یائل من فرار میکنم، من پناه بده، زود باش. خیلی خوب، بیا تو چادر. گو ببین به این ستلوی چادر کسی همه بگو نه هیچ کسی اینجا نیست، برید به ها بیا باشه، بیا بخواه. حالا نهوای گرم سوزان دویده چه بیشه؟ عرق بگو تشنه میشه، سخت تشنه میشه، بدانید که گفت یائل خیلی تشنه می به من آب برسن. گفت خب بخواه بخواه، بیا بخواه. خواندش نهاد پشمی کلوفت، نهاد پشمی کلوفت انداخت روش که بدتر گرمش بشه، بدتر تنسیل بشه. رفت مشک شیر بز، شیر بز خیلی چربه میدنی، خیلی به خواب میاره. تو بیا بگیر، آب نیست شیر هست، بیا بخور. در اصلا باز که مشک خود از بد تشته بود، لیکن چرب خیلی خسترم که بود سنگین میشه خوابش بود، خواب بیوشی مانند. یائل سب کرد تا خوب خوابش سنگین بشه، رفت گل میخه چادر را گره، گل میخه بیدن گل میخه چادر بدن بزنی آهنی گرفت، گلمیخ این دست، چکش هم این دست، حالا سیرا اینطوری خوابیده، اینجا هم آزاده دیگه. میخ گذاشت اینجا و چکش چنان زد که گلمیخ از شدیده از مرز جمله می رفت به زمین فرو رفت و سیسا محمد دیگه. در این موقع براق شارد براق در تقیب سیسرا بود، رسید به اینجا چادر یائل بیرون چادره. یائل که اسرائیل نبود که. چرا؟ شما بگید از اولاد یترو بود دیگه. اولاد یترو که اسرائیل نبودن. سهل شد من، یه سهل شد آمد، سهل شد، بله اگه که سهل شد آمد دلوی گفت ها یائل، یائل اینجا کسی نرفتی؟ سیسا اینجا نبود؟ نه بیا بنشن دیگه. برد او را تو چادر، دید به به به
سیسرا خوابیده، خون را گرفته تو چادر، گلمیخم به زمین کوبیده شده. یادش آمد تو این چه کار این کرده؟ که من کردم، یه یک زن. یادش آمد که دبرا گفته بود حال که تو میترسی تو او را نخواهی کشت، یک زن را خواهی کشت. این نمیشد، یا ال را کشت. حالا اینجا بود که دیدیم هشم قرض کرد و قرضش را پس داد. بعد فرمودند صدقه قرض به هشمی، صدقه دادید به هشم قرض دادید، هشم قرض پس میده. اما نه خالی نه، برای ما نزول حرام کرد، نزول هشم برای ما، اما خودش نزول میده نه 10%، 500%, 1000% میده با نزولش. کتاب میده اول جان را حفظ میکنه، صدقا بدن حفظ میکنه، جان خودش، زنش، بچه هاش. بهترین بیمه، بیمه عمر که تفیزینه یه صدقا است. صدقا میده بیمه میشه. گفتم براتان که این پر بود بنیامین صدیق، گفتم برات ایرا این بنیامین صدیق قوپا داشت، قوپای صدقا. مردم پول میداد در تو قوپا، میداد به امیه، میداد دیگه کارش بود. یک سال قحطی میشه، قحطی خیلی سخت، خیلی سخت قحطی میشه، به قهری گرم میشه. از این پول بود میبرن میخورن دیگه، کسی نمیمان دیگه، پول سانو خالی میشن. یه زن میاد پیش بنیامین، گفت بنیامین بدادم برس، من داری بیبی هستم، 7 بچه دارم، بیشم نداری، به من کمک کن. گفت مادر چه بکنم دیگه سانو خالیه. گفت من نمیدنم، 8 جان در خطره. خب چاره ای نیست، از خودش میده، از خودش. تمام مدت قحطی از خودش پول میده به این زن، 7 بچهش نزنه ایمانه. چند سال بعد بنیامین بیمار میشه، بیماری غیر قابل علاج، سرطانی مثلا، این تو چیزا که میدنید دوا نداره. در شهر شاید میشه که بنیامین در حال مردنه. این خبر با که زن میرسه، زن یا هشم، یک نفر که 8 جان را از من اجاب دادی میخوای بکشیدش، باید نجاتش بدید. حتی فلای زن قبول شد و بنیامینی که غیر قابل مالکی بود خوب شد. مالکی؟ مالک صداقا. بنابراین شما هکه دوستش دارید به صداقا، ازش بگید صداقا را که بده، این بهترین دوستیت برای شما، برای اون شخص. صداقا را که داد، خودش سالم، زنی سالم، بچهاش سالم، به بچهاش یه رد سمایی خواهند داشت، بچهاش منحرف نخواهند شد. نشم نمیگذره، ببینه که این رحم داره، صدقا داده، بچه هاش خوب بشه. ببینید پولدارهایی که پول زیاد دارند اما صدقا نمیدن، بچه هاشن چی میشن؟ حتی شنیدی کجا میرسن؟ چرا؟ چون ندادن بچه هاشان تضمین بشن. اما دیدم پولدارهایی که صدقا دادند بچه هاشان تضمین بودن. این هست خیلی
مقصود اینه که هاشم قرض میگیره، قرضم پس میده با ندول خیلی سنگین، خیلی خیلی سنگین. خب حرکت کرده، حال دیگه مطمئنه که مسیح مرده. کارش هم چی بود؟ مدتی قبر کردن مرده. بله گفتن که اینه بلاخه انسان هستن. بلاخه یکی از مصفای خیلی بزرگ چیه میدنی؟ قبر کرده مردی به صاحبه. از که یاد گرفتیم؟ خود هاشم یاد گرفتیم دیگه. میگه از مشه ربنا علیه و شالوم روز آخر عمرش رفت سر کوه و مرد. میگه و یک بار اتو بگگ رو در دره سر کوه مرده دیگه، و یک بار اتو بگگ و توی دره قبر کرد. کی قبر کرد؟ کسی نمی قبر کنی. کی قبر کرد؟ خود هاشم. میفهمیم که چقدر میشواست قبر کردن مرده. لبچه لوایان سر خان تشی جنازه میشواد داره، خانی آبه میشواد داره. خیلی هاشم چند کاری کرده به ما دست داده، برهنه را پوشانیده، برهنه را آدم حوالا خودن دیگه. ما چی کار کرد؟ لباس تنیشان کرد، درسته؟ پوشانیده، بیمار عیادت کرده، بیمار که آدم بیمار؟ ابراهام ملک کرده بود. اسمش آشکار شد، رای چی آشکار شد؟ عیادت بیمار. گرسنه را سیر کرده، کجا؟ تو بیابان؟ کیا سیر کرد؟ چند میلیون نفر را چی داد بیشه؟ دست ما خراک آمد، مال آمد برش. بعد میگه که مادر را قبر کرده، کیا مو مشرب بینو را قبرش کرد. آمدن خلاصه به شیرا خانده، همین شیرا خانده. آر یه شیر مشه سآل پیش میاد و بگه از شار موشه، آن وقت سرود خان موشه بیز. از یشی خواهد خواهد، چه خواهد خواهد؟ زمان آینده میگه این دو غلط این، و بگه از شار موشه. میگه ها بله، برای اینکه بار دیگر موشه خواهد آمد در رس اسرائیل و شیر خواهد خواهد نجاتیست. این برای اون موقع هست دوره ماشه که موشه شیره خواهد خان. از شهر نمیگه، از یشیر موشه خواهد خان موشه. این برای ما تضمینه که موشه میاد با ما شیره میخوانیم هم دیگه. بله شیره خانده. خب دنا چی؟ بعد از این که مرد شیرشان تمام شد و نوبته که رسید زنها، میریم افتاد جلو دفت در دست با زنها شیرا خواندند، با هم شیرا نخواندند. میفهمید؟ مردها اول تمام کردن بعد بتسه میریم. میبینی؟ از اون وقت میگفتن داخل نباش، رفوی قلقه بود. نه مرد جدا، زن هم جدا، یاد گرفتی به هم نرخصیدن. مادر رخصیدن با شیرا، زن هم رخصیدن. اما چجوری؟ مرد اول خانه رخصیدن تمام شد، اونجا اون دور اما رخصیدن به شیرا خانده به ریاست. کی؟ به ریاست میریان. اینجا میگه که سوالی پیش میاد، میگه که بطیقه میریان احاد اهرون گرفت، میریان نبیه خواهر اهرون دفت در دستش، آمدن همه زنها عقبش و دفت ها و رقص.
آخه اهرون چه میگه؟ باید که خواهی ماشه به اهرون؟ اهرون چرا؟ برای اینکه یه خود درسه میگن که نبی آشد، که نبو آورد قبل از اینکه ماشه بیاد برادرش موقع کی بود؟ اهرون موقعی که فقط اهرون برادرش بود نبو آورد یه دفتر بعد البباب یادم دام اما اول نبواش بود موقع اهرون که چی گفت؟ پدر مادر بیار بچه میاری میشه نجات دهنده اسرائیل از وقت نبیم 6 سال 5 سالش بود خب پدرش از کجا خوب بفهمه که این نبواش شغل نیست درسته برای این اولا این مطلب را نه یه بار نه دو بار نه ده بار صد بار تکرار کرد اول خیال که یه بچگانی چیزی میگه نه صد بار تکرار میکنه به علاوه امرم رو هم خودش داشت میفهمه که این از خودش نمیگه یعنی واداره امرم کی بود؟ نبی لوی بود، پسر دهات بود، رو هم خودش داشت پدرم جنب اهرون بله فهمید آمدن در بیابان سر روز راه رفتن آب نبود تشنه شدن اما محلی بنه مارا آب پیداش آب زیاد داری میره کشیدن تلخ بود تلخ آب معدنی معدنی تلخه معدنی تلخ ماشه ما سر تو بیابانی آب نخوردی خودم هم تشنه بچه ها تشنه گم گسنده ها تشنه چه کار کنیم و یسعق الهشه ماشه کار چی بود تا میشد به هشه پریاد میزن اچه چکار کنه آب میخوان چکار کنه آب دارن خیلی خوب اون درخه ببین درخت رو بگیر از این شاخه ببر یا نه توی آب برید انداخت توی آب آب شیرین شد و خورده شراب چی؟ آب شرط به زندگی زندگی اغلب تلخه میدونید سورین داره سختی داره سر تلخه زندگی تلخه و چی شیرینش کنی؟ با درخت کدام درخت؟ ایت حییم هی لمحزقیم با برای تورا میگه ها تورا درخت زندگی است با این درخت تو این آب آب شیرین میشه زندگی را با درخت تورا دن شیرین کنید و شیرین کرده شد یاد گرفتند بعد از این سختی کشیدی درخت زندگی چوب زندگی درخت تورا توی آب شیرین میشه خب حال آمدند در 15 ماه ایار توش آورده بودند با خودشان مسا چقدر طول کشید مثلا یک ماه طول کشید برخا کرد از 15 نیزان تا 15 ایار مسایه بود برخا شد یعنی چقدر دو میشه یعنی یک ماه نیست شد گرسنه شدن داد زدن فریاد زدن ابنان گفتن آخه ما چهار کردی ما را آوردی در مشک بودیم دیگر پرد گوشت میکردیم مینشستیم میخوردیم نام بود همه چی بود حالا ما هیچی نیست هیچی چهار بکنیم حالا باش آمد با پیش هشم هشم چه کار کنن خوراک میخوان عقم دارن زن داره بچه داره چکار کنه هشه فرمود خیلی خوب بگو به ایشان من به ایتان خوراک میدم از به ایتان گوشت میدم صبح به ایتان نان میدم گوشت اونا تو بیابان برای چند نفر؟ 4-5 میلیون نفر تو گوشت گونان گوشت ما چکار دارید تو؟
من هشم میدم. از که شد بادی بدی هزاران هزار مرغ سلوا از دریا آمد دور بر اردو یواش یواش پرواز میکردن دارن میگرفتن مرغها را. سلوا مرغیست گوشش خیلی خوشمزه و خیلی هم چرب، خیلی عالی، یک کبوتر درشت اون سلواست. گرفتن کباب کردن خوردن، عالی عالی، خیلی عالی. این نا، این گوشتش هم الان نا گفت فردا صبح برید بیرون اردو نان هست بیارید. نان کجا میاری؟ بیکری هست اونجا؟ بیکری که نیست. فردا صبح رفتیم بیرون اردو ای برف آمده تو زهرم، برف ای بیابان برف. دیشب که سرد نبود که برف بیا، تو بیابان خوش بویند چی؟ گفت بزنید کنار. برف دادن کنار، دیده ای اینقدر برف بود بالا یک دانه هایی هست بندهای دانه گشنیز براب تو مرواری گره بچشیدی، بچشید بین چیه چشیدن؟ کنو اصل خامش، کنو اصل دادن کنار. بله یه طبقه بالا بر طبقه پای از اون دانه ها پایینم بر چرا؟ پایین برف میامد اینقدر که اون خوراکه با خاک تی نشه، داخل نشه، روی اون مان میامد، روی اون برف میامد، گرد خاک نگیره، میفهمی؟ ساندویچ یرش برف، حالا برف، بسرش برف گو ببرید، بعد چیزی ببرید، خیلی هم زیاده. هر نفر یک اومه، دو کیلو اونی هر نفری، پدر هست، مادر هست، ده تا خانه، آدم توی ده خانه، ده تا عمر ببری، بسه پنگ کیلو، بیشتر نبری دان، کمتر هم نبری، بسه پنگ کیلو، ببری، میخواد، حتی باید بپذید، اونطور میشه، گندی میخواید، بشه گندی، پلو میخواد، بشه پلو، خواهی بخواد، بشه خواهی، هرچی بخواد میشه، اون میشه، فقط کمانا ببندید میشه اونو کمانا ببندید اون میشه میشه بله اون مذاره میده تو. اما هرچی هست اینو صبح تا از شب میخورید ها شب نومنه ها اگه مان خراب میشه ها برچیدن بردن پیمانه کردن پیمانه اون که خیلی برده بود به جای ده عمر، سی عمر برده بود دید ای فقط ده عمره باقیش کجا رفت؟ من که سی عمر کشید آوردم فقط ده عمره یکی که ضعف داشت فقط آمدون شش عمر دید شد ده عمر این نصف هر روز تکرار می شود اون که زیاد می آورد درش نمی من زیادی کم می آورد همونقدر درش می شود اشارت به روزی انسان روزی انسان در روش شنا روزی هر کس مقدور می شود معین می شود که امسا چقدر گیرش بیاد خب اونقدر باید گیرش بیاد اگه حلول شبات کرد دزدی کرد کار خلاف کرد یا تعد انقباد جمع کرد بکنی اما چی میشه؟ نمیمانه اگرم رفت کمی تراخان وقتی کارش کم بود کمتر جمع کرد اشنی بهش براخا میده همون بعد میشه بفهمی؟ بعد همین هفته رفتم دکتر رفت دکتر معاینه کرد و خیلی معاینه کرد و گفت نه این 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 نیست گفت شاید اینجا یه رگی باشه که خون نرسه خوب به مغز برو بیمارستان اونجا با
اولتراساند که چیز میدن دیشب دیشب میدن چیه اولتراساند معاینه میکنن چقدر میگیره $20 ساعت یک برو در من فقط دارم تو جیبم $50 داره به نظرم من چیکار کنم خیلی خوب هفته بعد برو سه‌شنبه وقت گیره از دکتر یعنی فردا برم اون بیمارستان فیرفکس اونجاست خب آمدیم رفتم داونتاون کمربند بخرم شما عزیزم که مجله راه زندگی مجله راه زندگی خب توش نوشته که پارس کلینیک اینجاست همین که اینجا پارس کلینیک اوتراسون داره و منم دوسته از این پولی میگیری گفت خب من که به اونجا به فیرفاکس میرم اینجا همون روز به دکتر تلفن کرد میگم دکتر میخوام بیام تا فیرفاکس مشکلی اینجا هست میرم اینجا اونم رو برام کنسل کن وقت گرفته بودی خب بعدی هم اصلا خبری نیست اصلا خبر نیست دیگه خوب شدن ببین چطور شد قبل رفتن تقریبا توی کیف من $300 $300 مثلا توی داونتاون که میرن سیاه هستن این جیبا میزنه تبیر میزنه پول آوردن بیرون فقط برم من $50 توی کیفه اگه پول داشتم چیکار میکردم میرفتم اونجا ساعت هشم در دل من داخت که پول با خودم نبرم اون دارم $200 بدم به خودی $200 بعد من باید مغازه که توش چی بود راه زندگی بود چه ببینن آگه پاس کلینیک را نرم اونجا یعنی چطور میشه یعنی این دکتر رفته برای من مفت با تمام شد یک چی دادم پاس کلینیک هم نرفتی همین نرفتی کجا میخوام بره من کنیم دکتر از من پول نمیگیره بله دکتر دوستانه اون پول نگیره به من خودش قرصی داد که بینی باد بکنه سرم خوب شد اونم بچه نسخه دار نگرفته سرم نگرفته یکی میگه آن که هرشی مقدر میکنه همون میرسه نه کم نه زیاد هرشی گفت تو $200 بدی پول برای چی بدی $200 نمیخواد بدی واسه اینجا یه واقعا معجزه است کاری که هاشم میکنه برای انسان من میشه میرم بیرون تو جیبم $200 پول هست روز میگم برم داونتاون سیاه اونجا هست میزنن جیبه را بزن زمین پول داشته باشه نرم بیمارستان $200 بزن مجلرم مجلرم ببین مجلی را که برم اینجا که نخواهم رفت این که میگه پیمانه کردن گیدم بله فقط همون رسیدم نکم نزیاد تمع نکنیم تمع فایده نداره کوشش سعدی میگه که آنچه نصیب است نکم میدهند ورنستانی به ستم میدهند به زوبت میدهند به زور بهت میدن حبیب کهن میدونی پدر داود کهن میشنفیده این چیه نداشت اولیش ولی میلیونیر شد از چی؟ به سرهنگ قشونی $10,000 پول داده بود قرض نزور سر موقعش بده سر موقع اما تنگ سراغش آقای حبیب کهن من به تو $10,000 مقدمه پول دارم بدم بیاد اما در ترشت که به نواب اونجا زمین دارم مثل دهشم اینو بدم بهت عوض پوله گفت ترشت کجا بیابان من می دست بده میخواب چیکار کنه نمیخواب گفت باید بگیری میخواب به زوره نمیخواب هفت کسی هفتیرش کشی یاد اینجاش دو میگیری یا نه میزنم ها
باشه چشم چشم رفتم محضر ببینید ده هزار تومن متی ده شیط همین تمت میشه هر قرانی دو متر هر تومنی 20 متر ده هزار بیست متر میشه 2000 متر زد بهش خب به زور بعدن اون زمین ها شد متی 40 و 50 و 100 و 200 تومن میره بالایی رفت بالا میدنی که کنیسا ساخت مته ساخت خانه ها ساخت میلیونر شد دیگه که میگه نگیریان به ستم میدهن به زور میدهن یعنی آدم از صبح که پا میشه نره سر کار نه بری نه نه او برخت باشه تحصیل هشو میگه چی؟ او برختی خواه بخواد اشیه تعصی او برختی خواه بخواد اشیه تعصی یعنی چه؟ کار بکنی براخه میدم یعنی میدم که پس آدم زیادتر کار بکنه زیادتر براخه میگیره؟ نه زیادتر نه هر وقت که لازمه خب هر وقت که لازمه یعنی چی؟ آخه به چند ساعته؟ روز چند ساعته؟ آه 24 ساعت نه خوابت بکنه که چه باید بری چیله بکنه این پشی سر بسه پشی آره هشه میده او به رختی خوا بخور اشه تعصه کار بکنی برخواد میدم بید برخواد میدهش یعنی بخور بکنی میدهش بخوری وقتی این زن آمد پیش ایلشه ناوی گفت من برای هیچی نمانده شوهر مغروز بوده طلب کار آمده بسیار بر غلامی بره چیکار کنه؟ ایسا گفت چی داری تو خانه؟ تو هیچی هیچی؟ گفت یه اینقدر روغه بقیه دیگه چی؟ آها چیزی هست؟ بسیار خوب برو از امیم سایه ها ظرف بگیر حتی میتونی خانه پا کن ظرف اینا این ظرف را بگیر اینجوری همونطور گشتا همونطور گشتا روغم میاد این فرم میشه یه بدکنه یکی دیگه بیار همینطور تو اصلی ها همین این تا نگشت دسته خزه میشه دسته ولی روغم میاد آمد 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 همه درفا پرشو همه درفا ست ها زرف گفت کب بادم درست بیار گفت ای نیست تا گفت نیست قد شو نگاه باید بگه نیست مدراش میگه که با اون خر با اون روغم فروخ اصلا قحطی بود دیگه میگرانه غذا را که در هیچی زندگی کرد هیچی تا چندین پشت اولاد از این برخای روغن استفاده کرده چون چیزی بود میزنی چیزی بود هم میگه او برختی خواب بخل اشه تاسی کار بکن من برخوا میدم ما ندوزدی نه حرام نه گازه من قسم دروغ نه حلال شبات حلال شبات همون روز رفتم دواتان که اونجا مجله بودم اشتباهی رفتم مغازه پهلویش اشتباهی دم ای این آشناست توی پسر آره چکار میکنی اینجا آره محمدم و اینجا مغازه گرفتم و شیش ماه است کارم کار چطور بارو خشم خیلی خوبه خیلی خوبه گفته اما یه امایی داره گفت چه امایی داره گفته خیلی متاسفه چه آقا خاقم چرا پیش من سه سال دست تو را خانده همیشه یا تهران که بودی حرف هر به سی سال پیش متاسفه چه مزن خواهدم به خوشحال باشی کار من خوبه نه شبات باز میکنی دیم که خودی خجالت کشید خواهد چکا کنم مجبورم و چه مجبوری تو سرا خاندی تو نوشته کل حاسه ملخا بیمه شبات موت یومات موت یومات تا دوباره میگه موت یومات موت در این دنیا یومات در اون دنیا
درست؟ حالا شباز میگه کار میکنی؟ خطا برای خودت، درش هم اینجا بود، خطا برای خانومت، نه پسرت، شما اصلا در خطرید، نکنین کارا. ببین بچه من بودی، به تو را دست دادم، دوست دارم، پدر و فرزند، شباز نه کارا. خب تا ببینم، میرم تا ببینم یعنی چی. ولی دوستانه بهت میگم، هشم قادره، روزی هشم میده، نه تو، نه ما این کار. تو شبات ببند ببین چی میشه. گفتم برات دارم میز مرکت، گفتم برات دارم میز مرکت. شبات کار میکرد، اولا که هفت روز کار مثل حیوان، درست؟ ما حالا کار نمی کنیم. آقای چطوری؟ گفت باروخ اولا شبات استراحت داریم، اعصاب من دیگه آرامه، خسته نیستیم. خستگی شش روز شبات رفت. باروخ هشم کار مرموز سه برابر شده، برای اینکه این بروفیم بزنی. گفتم برابتن هم از این میخواد قدید آقای من دوست بودم. برای گفت آقای ببند مغازه، گفت اخی نمیشه چی میشه، دیده الله باروخش حرف من درست شد. این بود مشه. گفت شب نگره دارید، بعضی ها به ایمان بودن، شب نگره داشتن نشستم، یک بوی تعفنی تو شده را گرفته، کرما را گرفته، کرم 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 از کجا؟ از ظرف تیمان متعفن شده، بوی خیلی بد، در کرما هم تو داره میرم بیرون. فهمیدی؟ دیگه این کار نکرد. جمعه رفتن، جمعه آورد دیدن ای امروز دو برابره. یعنی چی؟ اشتباه شده، همه دو برابر. باشه گفت ماشه امروز یعنی چی تو دو برابر شده؟ گفت ها دو برابر، بله جمعه شبات، فردا نیست، فردا نیست، رو دو شبات. آقا شب کر میگیره؟ گفت نه شبات کر نمیگیره. نگه داری نگه داشتن، روز خوردن، شب خوردن، شبات هم خوردن. بس که بی ایمان بودن شبات هستن که بیابان بیده، هیچی نیست، شبات نیست. 40 سال اسرائیل عادت کردن شبات کار نکنن، 40 سال جمعه کار کنن، برای همه هفته به شبات. اگر چند هزار سال اسرائیل شبات نگه داشته، من اون 40 سال ها که عادت کردن شبات کار نکنه به من خیلی عالی بود. هشم گفت موشه یک کوزه از این من نگه دار، بذار توی مشکان که قرنهای بعد ببینن اسرائیل چی خوردن پدرانشان. اگر بگن مگه شبات کار نکنیم چی میشه، ببین اینا این مار 40 سال تو بیابان چی خوردن. هشم از آسمان من برید، شباز کار نکردن. در دوری مشیه اون کوزه است، اون کوزه میاد بیرون، میریم ببینیم.